این زن دستشو از آب جوش در میاره اما دستش یخ زده هستش. پایان این فیلم اصلا اون چیزی نیست که انتظارشو دارید و ممکنه که به شدت شما رو متعجب کنه. این زن هم قبلا مثل زن عادی بود و از آتش و چیزهای داغ میترسید. بذارین براتون تعریف کنم که چطور به این روز افتاد. اسم این زن آناست. اون هر روز ساعت 6 صبح از خواب بیدار میشد و برای شوهرش و بچه‌اش غذا درست میکرد. علی‌رغم احساس خستگی و عرق کردن، اون کاری که برای خانواده‌اش میکنه رو دوست داره. اما متاسفانه شوهرش قدرشو نمیدونه و بچه‌اش هم فکر میکنه که مادرش بوی عرق میده و همیشه خدا دوست نداره که اون بغلش کنه. آنا تمام تلاش خودشو میکرد تا از خانوادش مراقبت کنه، اما در ازای اون هیچ عشقی دریافت نمیکرد. اون علاوه بر وظایف خانوادگی خودش هر روز در یه سوپرمارکت کار میکرد تا از خانوادش حمایت کنه. یه روز همکارش از اون خواست که توی انبار سردخونه کمکش کنه. آنا میخواست که درخواستش رو رد کنه اما همکارش خیلی سریع فلنگ رو بست و رفت. آنا اجباراً رفتش به سردخونه و در حالی که داشتش اقلام رو میشمردش به طور تصادفی خودکارش افتاد. وقتی که خم شد تا اون رو برداره، نگهبان سوپرمارکت با تصور اینکه کسی داخل نیستش چراغا رو خاموش کرد، بعدش هم در رو قفل کرد. آنا تلفن رو برداشت و سعی کرد که کمک بخواد، اما نگهبان تلفن رو نادیده گرفت و جواب نداد. اون برای محافظت از خودش در برابر سرما روی خودش یه جعبه مقوا کشید. اون توی اون سرما با دمای منفی 23 درجه سانتیگراد گیر کرده بود. دوباره و دوباره تلاش کرد تا در رو باز کنه اما موفق نشد. آنا که از گرم شدن ناامید شده بود، خودش رو توی فویل پیچیده بود و از فندک برای گرما استفاده میکرد. با کاهش دمای بدنش، اون شروع به از دست دادن هوشیاریش کرد و بعدش تصاویری از همسر و فرزندش در مقابل چشماش ظاهر شدن که به نظر میرسید که داره میمیره. با این حال، آنا روی تخت بیمارستان در محاصره خانوادش از خواب بیدار شد، اما بعد از اون به طرز عجیبی احساس سرما میکرد. یه روز که داشت کار میکرد، دستشو گذاشت روی قابلمه داغ، ولی هیچ دردی احساس نکرد. دستاش سرخ و تاول زده شده بود اما با این حال احساس آرامش میکرد. آنا فهمیدش که این نرمال نیستش و رفتش پیش دکتر تا ازش بپرسه که مشکل چیه. دکتر بهش گفت که ممکنه به این مربوط باشه که یه بار توی سردخونه حبس شدی، احتمالا خودت رو هیپنوتیزم کردی. و اون براش توضیح داد که توی آزمایش وقتی که شخص آزمایش شونده رو بهش یه میله داغ رو نشون دادن و بعدش چشمهاش رو پوشوندن و بعد میله سرد رو روی دستش گذاشتن، بعدن جای سوختگی روی دستش مونده بود. دکتر بهش گفت که هنوز ذهنت از اون چیزی که تجربه کردی رهایی پیدا نکرده و هنوز فکر میکنه که توی سرما گرفتار هستی و از سرما میترسه و هیچ راهی هم برای درمان این مشکل نیستش و فقط زمان مشکل رو برطرف میکنه. پس آنا ناامید به سمت خونش رفت. بدنش هنوز احساس سرمای بیشتر و بیشتر میکرد، حتی بغل کردن بچهش براش سرد بود. آنا انقدر احساس سرما میکرد که توی دمای 40 درجه که همه با لباس کوتاه بیرون میان، اون خودشو کاملا توی لباس گرم مناسب قطب شمال پوشونده بود، ولی با این حال هنوز هم سردش بود. اون به همراه شوهرش و بچهش که بعد از اون به طرز عجیبی مهربون باش برخورد میکردن رفته بود به رستوران. صاحب رستوران میگه که اگه که بتونید این رامن رو توی کمتر از 5 دقیقه تموم کنید کاملا رایگان هستش. اون رامن 100 درجه سلسیوس رو سر میکشه بالا، انگار که داره تهمونده سوپ اصغر رو میخوره. آشپز که این رو میبینه قش میکنه و شوهرش و پسرش هم پشماشون ریخته. بعد از اون شرایط آنا هر روز داشت بدتر و بدتر میشد. حتی بعد دستکش گرم میپوشید تا بتونه که خیار خورد کنه. این رفتار عجیبش باعث شده بود که شوهرش دوباره ازش خوشش نیاد. یه روز وقتی که آنا داشتش توی سوپرمارکت کار میکرد، به آب جوش نگاه میکنه و پیش خودش میگه که خیلی سرده. اون یه ایده عجیب داره و دستش رو توی آب جوش میذاره، اما هیچ احساس گرمایی بهش نمیده. اون گرمش نمیشه ولی احساس آرامش میکنه. مردم اطرافش با دیدن این پشماشون ریخته. وقتی که دستشو در میاره به دست قرمزش که فنا رفته نگاه میکنه و با این حال احساس سرمایه بیشتر میکنه. برای همین دوباره دستاشو توی آب جوش میذاره. توی رستوران وقت استراحت و زمان غذا خوردنه که آنا داره به خودش میلرزه. همکارش براش لیوان چای داغ میاره. آنا یه ذره میاد بخوره اما چای داغش درجا تبدیل به یخ میشه. اینقدر سرد که سری پرتش میکنه اون طرف، اما از برخورد همکارش میشه راحت فهمید که چای خیلی داغ بوده. آنا از اونجا فرار میکنه و میره. بعد از اینکه میره خونه، خودش رو با وسایل گرمایشی احاطه کرده و صدها لباس رو روی هم دیگه پوشیده، اما با این حال هنوز داره میلرزه. حتی زمانی که میخواد لباسها رو بشوره باید دستکش بپوشه تا دستاش یخ نزنه. سر صبح توی مدرسه بچهش میخواد بغلش کنه، اما همین که بغلش میکنه احساس سرمای شدیدی میکنه و اون رو هولش میده عقب. وقتی هم که شوهرش هم این رو میبینه فکر میکنه که اون عقلش رو از دست داده و فکر میکنه دیوونه هستش و این کاراش خیلی عجیبه.
آنا به عکس خانوادگیشون نگاه میکنه و اشک میریزه که اشکش خیلی سریع تبدیل به یخ میشه. خیلی ناراحته و دیگه داره امیدش رو از دست میده از زندگی و میخواد که به زندگی خودش پایان بده. دقیقاً همون لحظه آنا یه جا رو میبینه که آتیش گرفته. اون که فریاد گریه و کمک رو میشنوه میره برای کمک. مزدی که میشه صدای فریاد بچه رو میشنوه و میره داخل تا نجاتش بده. یه بچه کوچیک اونجا هستش و داره گریه میکنه. اون پسره رو میگیره و جلوی آتیش رو میگیره و بعدش هم نجاتش میده. همه اون رو تشویق میکنن مثل قهرمان که بچه رو نجات داده. این اتفاق باعث میشه که آنا بفهمه که هنوز هم توی این دنیا جایگاهی داره و نخواد که خودش رو از بین ببره. اون تصمیم میگیره که از قدرتش استفاده کنه و تبدیل به یه آتش نشان بشه. پسرش و شوهرش تشویقش میکنن زمانی که میره مردم رو نجات بده. داستان اینجا باید یه پایان خیلی زیبا میداشت. ولی دوربین چراغ مهتابی چشمک زنی رو نشون میده و برمیگردیم به همون سردخونه که توش آنا گرفتار شده. بود. آنا رو میبینیم که یخ زده و با یه لبخند شیرین دار فانی رو ودا گفته. در واقع تمام چیزایی که آنا داشت تجربه میکرد همش فقط توی ذهنش بودن قبل از اینکه بمیره و برای همین هم زمانی که پیداش کردن یه لبخند زیبا روی لباش نقش بسته بود. پایانش خیلی غم‌انگیز و آموزنده بود. من برم بشیدم گریه کنم. روی صفحه عنوان 4 تا فیلم برای شما اومده که میتونید بعد از این ویدیو تماشا کنید و لذت ببرید. لایک و کامنت و سابسکرایب برای این ویدیو فراموشتون نشه. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی. بای بای.